وقت بخیر، فرهناز اصفت هستم همراه شما با نگاهی به خبرهای اقتصادی امروز چهارشنبه 16 تیر ماه. کمبود منابع و کاهش سرمایه گذاری خارجی و داخلی از جمله معضلات اقتصاد ایران است که در سالهای اخیر تشدید شده. امروز هم حسن روحانی در سخنانی مشکلات کشور از جمله بحران قطعی برق را ناشی از نبود منابع و عدم سرمایه گذاری دانست. 2300 میلیارد دلار طرح آماده برای سرمایه گذاری ما داریم، چه در برق، چه در آب، چه در تصفیه آب، چه در فاضلاب، چه در سدسازی، چه در زمینه پتروشیمی، چه در زمینه گاز، چه در زمینه نفتش. بدون سرمایه با دست خالی نمیشه کاری رو انجام داد. وقتی صندوق شما پول نداره، الان یه طرحی هست، صندوق هم تصویب کرده، آماده است، چی مونده؟ نمیشه اجراش کرد به خاطر پولش نیست. الان تو همین جلسه قبل از این بحث ما آقای دکتر اردکانیان توضیح داد که 16 میلیارد دلار طرح برق در حال اجراست، 15 میلیارد دلار طرح برق همه کاراش شده در بخش فایننس. پول میخواد 15 میلیارد، اونم 16 میلیارد. 15 فکر کنم مگاوات داره. 7 میلیارد دلار برای 16000 مگاوات. بله، مقصودم از این دلارش مگاوات بود. دیوان محاسبات کشور با اعلام تحقق تنها 27% منابع بودجه دولت در دو ماه نخست سال جاری نسبت به کسری بودجه شدید در پایان سال هشدار داد. بر اساس گزارش دو ماه نظارت بر اجرای بودجه، در حالی تنها 27% منابع بودجه محقق شده که در سمت مصارف 44% تحقق مشاهده می شود و این مسئله از کسری بودجه در ابتدای سال حکایت دارد. این گزارش همچنین تأکید می کند تا پایان اردیبهشت ماه نیمی از احکام بودجه کلن اجرا نشده است. رئیس سازمان امور مالیاتی ایران میگوید از 370 هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی فقط 20 هزار میلیارد تومان آن قابل وصول است. امیدعلی پارسا از آن کرد این سازمان امکان وصول 350 هزار میلیارد تومان باقی مانده را ندارد و رقم فرار مالیاتی هم حدود 100 هزار میلیارد تومان است. آرش حسنیار روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ همراه ما هستن. آرش، ابتدا به همین صحبت‌های حسن روحانی بپردازیم در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی. دلیل اینکه اینقدر سرمایه‌گذاری خارجی به طور کل تو ایران کاهش پیدا کرده چیه و چه تبعاتی خواهد داشت بر روی اقتصاد ایران؟ خب اول باید تأکید بکنیم که صرفاً کاهش و افت سرمایه گذاری خارجی نبوده. در واقع در 15 سال گذشته سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به طور کلی و به طور کلان سطح بسیار بسیار پایین و نازلی رو داشته. میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در دهه گذشته یک رقم منفی بوده و حدود منفی 4.2% بوده. همینطور وقتی که به آمار بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم، میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین‌آلات در دوره دولت‌های آقای احمدی نژاد منفی 1.7% و در دولت آقای روحانی از سال 92 تا 98 منفی 2.1% بوده. به این معنی که حتی به میزانی که ماشین‌آلات در اقتصاد ایران مستهلک شده، ما نتونستیم برای اونها سرمایه گذاری بکنیم، تعمیر و نگهداری بکنیم، اونها رو تغییر بدیم و این نشون میده که هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی ما با کاهش و افت شدید سرمایه گذاری روبرو بودیم. همینطور آمار مربوط به رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 99 به قیمت‌های ثابت سال 90 نشون میده که سرمایه گذاری در سال گذشته به رقم حدود 10 سال گذشته عقب نشینی کرده و افت داشته. همه اینها دلایل متفاوتی رو میشه براش برشمرد. از همه اونها مهمتر بحث تحریم‌ها و نداشتن چشم‌انداز روشن برای اقتصاد ایران بوده که سرمایه گذاران رو به این جمع‌بندی رسونده که نه تنها در اقتصاد ایران سرمایه گذاری نکنند، که حتی اگر میتوانند سرمایه خودشون رو از کشور خارج بکنند. با توجه به این حرفای شما و همین که دولت در تامین منابع مالیش انقدر با مشکل مواجه هست، میشه امیدوار بود که در آینده تغییری بکنه این روند سرمایه گذاری خارجی؟ ببینید، در بعد سرمایه گذاری داخلی اگر بخوایم اول به بخش دولت بپردازیم که آیا دولت این توان رو خواهد داشت که با حالا بودجه های عمرانی یا ایجاد تقاضا
بتونه بعضی از پروژه ها رو تأمین مالی بکنه. خب کسری بودجه دولت در سال 1400 کسری بودجه بسیار بسیار بالایی است. در واقع دولت حتی برای گذران روزمره خودش و تأمین هزینه‌های جاریش هم با مشکل مواجه است و دچار یک روزمرگی است. بخش خصوصی هم اگر چشمانداز روشنی نداشته باشه، کما فی السابق، یعنی مثل حدود 10 سال گذشته، سرمایه خودش رو به خارج از کشور خارج میکنه. عددی در حدود 100 میلیارد دلار خروج سرمایه در 10 سال گذشته داشتیم. سرمایه گذاری خارجی هم بسیار بسیار مشروط و منوط به این هست که بحث تنش‌های سیاسی ایران در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل حل و فصل بشه، مشخصاً موضوع پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها حل و فصل بشه، و بعد مدت زمانی رو لازم داره که سرمایه‌گذاران خارجی به این جنبندی برسند که و به این اطمینان برسند که حالا میتونن در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری بکنن و به این اقتصاد برگردن. هرچند این فرایند یک ساله و دو ساله‌ای نیست، ایجاد این اطمینان و این اعتماد یک فرایند وقت‌گیر و زمانبری هست و بعید هست که در سال جاری یا حتی سال آینده چنین اتفاقی رقم بخوره. آرش حسنیار، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، ممنونم. در ادامه نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از طریق اسکایپ همراه ما هستن. هادی، از بازار ارز شروع بکنیم که همونطور که برای جدول مشخص هست، به جز حواله دلار در سامانه نیما، باقی شاخص‌ها امروز نزولی بودن. دلار صرافی ملی همونطور که می‌بینیم 0.6% کاهش پیدا کرده و رسیده به 24468 تومان. در این بازار امروز چه اتفاقی افتاد دقیقاً؟ امروز هم توی بازار ارز هم توی قیمت طلای جهانی یه رفت و برگشت کانالی رو تجربه کردیم. حالا طلا رو بهش برسیم، میگم جزئیاتش رو. ولی تو بازار ارز، دلار بازار آزاد امروز به طور موقت یه چند ساعتی رفت زیر 25000 تومان، ولی دوباره برگشت بالای این مرز و قیمت پایانی رو میبینیم که روی 25120 تومان بسته شده. یه افت جزئی 30 تومانی نسبت به دیروز داره. قیمت حواله دلار سامانه نیما تنها شاخصیه که امروز صعودی بوده، رسیده به 22400 تومان تقریبا، رشد 1.2% قابل توجه هم هست. یورو 0.3% افت کرده، حواله درهم هم 0.7%. امروز خبرهای سیاسی بالقوه مؤثر که میتونستن روی قیمت‌ها تأثیر بذارن خیلی داشتیم، ولی به نظر میرسه هیچ کدوم اثری نذاشتن روی بازار، یا دست کم هنوز اثرشون به چشم نیامده. اشاره کنم به بازار رمز ارزها که توی 24 ساعت گذشته یه بار دیگه بانک مرکزی چین نقش آفرینی داشت تو این بازار، و با جریمه‌ای که علیه یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتال اعمال کرد، یه شوک کوچیک به بازار وارد کرد، هرچند بعدش دوباره قیمت‌ها برگشت سر جاش. تقریبا قیمت ارزهای مهم عمدتاً سعودی بوده، ولی با نوسان محدود بیت کوین مثلا تو محدوده 34000 دلاری نوسان کرده. نگاهی هم به بازار سکه و طلا داشته باشیم. در این بازار هم ما شاهد کاهش قیمت ها بودیم. سکه تمام هم 0.6% کاهش قیمت پیدا کرد، 60000 تومان و رسیده به 10,660,000 تومان. در این بازار چه عواملی اثرگذار بودن؟ بله، اشاره کنم که قیمت طلای جهانی تو 24 ساعت گذشته یکی دو بار بالا و پایین 1800 دلار در هر اونس نوسان کرده، ولی فعلا بالای این مرزه. تو بازار داخلی می‌بینیم تو جدول روند نزولی بوده، نیم سکه 20000 تومان ارزون شده، مثقال طلا هم 30000 تومان تقریبا. اثر تحولات بازار دلار به نظر میاد روی سکه نشون داده میشه. نگاهی هم داشته باشیم به بازار بورس. بر روی نقشه بازار همونطور که میبینیم نیمی از بازار تقریبا میشه گفت به رنگ سبز و نیمی دیگر به رنگ قرمز. گروه های بورسی بزرگی مثل فلزات شیمیایی، فلزات اساسی، گروه های شیمیایی با کاهش قیمت مواجه شدن، اما شاخص کل بورس به طور کل امروز 0.1% رشد داشته. از شما بیشتر بشنویم در رابطه با تغییر و تحولاتی که امروز در بازار بورس رخ داد. بله، بازار بورس امروز صعودی بود، اما به وضوح از شدت رشد دو روز قبلش کم شده بود. شاخص کل نزدیک 0.1%، شاخص هموز هم 0.2% رشد داشتن. اشاره کنم البته تو مقیاس هفتگی این هفته شاخص هموز بیشتر از شاخص کل رشد کرده. شاخص کل 2% بوده رشد، شاخص هموز 2.2%. این نشون میده که در مجموع وضع گروه های متوسط و کوچیک بهتر از گروه های بزرگ بوده. درصد نمادهای مثبت به کل بازار امروز اومد زیر 50%. همونطور که گفتم معلوم بود که بازار اون زور دیروز و پیروزش رو نداره. اشاره کنم بیشترین اثر منفی روی شاخص کل بورس امروز
سهام فولاد مبارکه رو گذاشت که میدونید دلیل بحران برق این روزها، از امروز میزان برقی که میتونست دریافت کنه از شبکه سراسری به شدت کم شده و طبعا روی تولیدش اثر میذاره، اونم روی سهامش اثر گذاشته. ارزش معاملات خرد رو هم میبینیم امروز یه افت 15% داشته، حدود 6000 میلیارد تومان معامله داشتیم. خالص فروش سهام که 6 روز پیاپی نزولی بود امروز دوباره رشد کرده، تفاضلش ارزش صفحه فروش و صفحه خرید رسیده به مرز 1000 میلیارد تومان. ورود پول حقیقی به بازار هم امروز به شدت افت کرده، نزدیک 95%، ولی همچنان مثبته. ممنونم از توضیحاتتون. هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم همراه ما بود. در پایان این بخش نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه اقتصادی. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال 1399 بالای 50% بوده است. بالاترین نرخ تورم رسمی گزارش شده از سوی بانک مرکزی مربوط به تورم 49.4% سال 1374 است. بانک مرکزی طی 2 سال اخیر اعلام رسمی نرخ تورم را متوقف کرده. در پی دستور قطع برق صنایع فولاد و سیمان، نماینده سیرجان در مجلس گفت قطع برق موجب خسارت میلیاردی به صنعت فولاد کشور شده و این مسئله افزایش قیمت آهن‌آلات را در کشور به دنبال دارد. همزمان اتاق بازرگانی ایران با ابراز نگرانی نسبت به کمبود مواد اولیه و آثار بحران قطعی برق بر صنایع نسبت به تداوم فعالیت بخش تولید ابراز تردید کرد. تعدادی از فعالان کارگری هم نسبت به تعدیل نیرو، مرخصی های اجباری و عدم پرداخت کامل حقوق به عنوان تبعات بحران بیبرقی برای کارگران هشدار دادند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم مرغ گذار استان تهران میگوید طی 38 سال فعالیتش در این صنعت هیچگاه اوضاع تا این حد نابسامان آشفته نبوده. ناصر نبی پور گفته مرغداران در تولید هر کیلوگرم تخم مرغ 4 تا 5 هزار تومان ضرر میکنند. نگاهی داشتیم به خبرهای اقتصادی روز. ممنونم از همراهیتون تا اینجا. وقتتون خوش.